حالا من میخوام سایت رو بذارم روی اینترنت. خب من به کنترل پنلم میرم. شما اگر برید آموزش های دریم ویور یا میوز من رو ببینید، میدید کنترل پنل کجاست، کنترل پنل چیه، سایتی خریدیم کنترل پنلش رو میخواییم را بندازیم. میرم در کنترل پنل، یوزرنیم پسوردی که در زمان خرید یک هاست دومین دادم به یک شرکت، اونا به عنوان ورودی من برای کنترل پنل هم هستن. معمولا در یک کنترل پنل درست حسابی امکان نصب وردپرس هست به صورت رایگان، این هاشش روش میزنید میخواد نصبش کنه. من اینو قبلا هم درس دادم تو وردپرس چند وقت پیش که قسمت مقدماتی و روی سایت پیتزا فروشی بود. اینجا میخواد روی سایت من نصب کنه. از اونجایی که من نمیخوام سایتم خراب شه، قبلا طراحی کردم یه ساب دومین تعریف میکنم به اسم مثلا تست یا هر چیزی، اینستال میکنم و وردپرس تا چند لحظه اینستال میشه. شما باید خرید هاست دومین خودتون انجام بدید، یاد بگیرید و برای مشتریاتون انجام بدید. خب انجام شد. زمانی که وارد test.saidtofany.com ایپی ادمین بشم، میگه با چه زبونی میخوای سایت بیاد بالا. من با فارسی سایت رو میارم بالا. الان دیگه آنلاین داره اینستال و نصب به صورت آنلاین انجام میشه. میگه عنوان سایت چیه. خب من عنوان سایتم چی بود اینجا؟ اینجا سایت من چیه عنوانش؟ به نظر میاد که عنوان سایت من هست سعید طوفانی. پس من میرم اینجا در قسمت نصب آنلاین، تازه نوشته میتونی بدنم تغییر بدی، میزنم سعید طوفانی. نام کاربری که برای خودم انتخاب میکنم هست سعید طوفانی. رمزی که اینجا انتخاب میکنم هم هست مثلا یه رمز عجیب غریب بزنیم که هیچ ذهنش نرسه، مثلا سعید 1 2 3. بسیار سست. تایید میکنم، ایمیلمو میخواد، بهش میدم. به موتورهای جستجو هم نشون بده و یاد باشید بذار اینم بکنم سعید طوفانی که یادم نره. سعید طوفانی 1 2 3. سعید طوفانی نام کار، یکی از وحشتناکترین اسامی که میشه داد. وارد میشن، یعنی هر هکری دیگه اینا رو هست. نام کاربری سعید طوفانی، رمز سعید طوفانی 1 2 3. وارد میشن. خب ببینید که یک وردپرس 0 کیلومتر داریم اما آنلاین روی test.saidtofany.com. حالا شما اگه هاست دومین خریده باشید و 0 کیلومتر باشه، اینجا میشه www.saidtofany.com/vpn. شروع میکنیم. از جمله کارهایی که میکنیم، اول وردپرسی که برای من کنترل پنلم نصب کرد رو من بروز میکنم. همه کنترل پنل ها معمولا این سرویس رو میدن و اجازه میدن شما وردپرس رو نصب کنی و سایت وردپرس رو بیاری بالا، یا اینکه مثل من الان رو ساب دومین نصب کردم به جای دومین. اینکه هاست چیه، دومین چیه، خواهش میکنم فیلم آموزشی من ببینید، ایمیل بسازید، پسورد FTP تون رو عوض کنید، پسورد سایتتون رو عوض کنید. اینا باید فیلم آموزشی من رو ببینید. حالا من چک میکنم اگه تو قسمت قبلی نگفته باشم حتما در این قسمت ویدیوهاش رو اضافه میکنم، ولی فکر کنم گفتم، شاید باید چکش کنیم. ببینید اینجا من در درایو دی فیلم های آموزشی در قسمت وردپرس نگفتم. بله
چیزی نمیبینم. اینه که من خرید هاست و دومین رو هم بهتون درس خواهم داد با این حساب و اینکه چجوری برای بار اول راش میزم. خب در قسمت آنلاین روی اینترنت روی هاستم من وردپرس رو دارم. ببینم اینجا یه پلاگین هم میگه باید آپدیت شه. دارم انتخاب میکنم. اینا که پلاگین های نصب شده است. بله. آها اینه. این اکسمت یه دونه آپدیت داشت. البته پلاگین پولیه ولی برای امنیت کامنت هست. اوکی این دیگه الان بروز. حالا من در قسمت مقدماتی برای اون سایت پیتزا اومدم از روش دستی استفاده کردم. اومدم اینجا پلاگین هایی که استفاده کرده بودم افزونه ها رو نصب کردم دوباره. بالاخره شما اینجا یه سایتی دارید که اومدید در این هم چیز هم نمید دیگه. این کنترل پنل روی هارد منه. این یکی کنترل پنل آنلاین منه. این که خاکستری کنترل پنل هارد آنلاینه. این یکی که بنفشه کنترل پنل هارد. پس من دوتا کنترل پنل دارم. شاید بتونم اینا رو ببینم میتونم به هم منتقل کنم. بعد تونستم. خیلی من اینجا اینو دارم و این کنترل پنل آنلاین site2funny.com فلان. این کنترل پنل آفلاین روی هارد. میخوام سایتی که درست کردم یعنی این سایت رو منتقل کنم روی اینترنت. الان روی لوکال هاست هارد دیسک. خب من در آموزش مقدماتی برای این انتقال گفتم شما باید بیایید پلاگین ها و دمی که نصب کردی رو منتقل کنی روی آنلاین. یعنی بیایید اینجا روی قسمت آنلاین بری مثلا اینجا بگی خب من اینجا چه پلاگین هایی رو باید نصب کنم. برای اینکه لیستشون رو این طرف ببینی هم باید بیای اینجا بگی بله من اینجا نصب شده ها رو باز کنی. اینجا بگی که من مثلا اینو نصب کردم contact from form maker رو. پس باید بیای اینجا بگردی contact form maker رو پیدا کنی نصب کنی. این از پلاگی. از نظر قالب پوسته در واقع یا قالب باز باید بیای اینجا ببینی چه پوسته ای استفاده کردی. پوشش اسم پوسته ای که استفاده کردی رو پیدا کنی. این بوده دیگه. حالا هر چی که هست بیای اینجا باز سرچش کنی توی این پوسته های جدید. اینجا نصب. بعد میریم سر عکس ها. باز باید بیای توی قسمت رسانه ببینید چه عکسایی رو روی این نسخه آفلاین رو هارد دیسک این عکس‌ها استفاده شده. بیایی باز اینجا این عکس‌ها رو هم اضافه کنی و خب این کار می‌بره. حالا می‌خوام یه روش دیگه بهتون یاد بدم. یعنی یه روش سریع‌تر. این روش چه شکلیه؟ اگر من برم در قسمت FTP سایتم و اینجا نگاه کنم که چه وضعیتی دارم برم چی هست اینجا من چی دارم. FTP رو هم که ایشالله بلدید. یعنی این ویدیوهای آموزشی من راجع به FTP رو دیدید. یوزرنیم پسورد میزنیم وارد FTP که میشیم. اینجا یه دونه تست اومده. این تست جاییه که کنترل پنل اومد وردپرس رو نصب کرد. که همین الان که من توی این کنترل پنل بودم و دستور دادم که برای من در آدرس تست نقطه site2funny.com وردپرس رو نصب کن. خب اون اومد یه فولدر ساخت به نام تست و اینو اینجا نصب کرد. داخل این یه قسمتی داره به نام WP content که میبینید پلاگین دم آپگرید همه چی اینجا هست. لنگویج همه چیز. داخل درایو C هم
بیت نمی ما میاد وردپرس رو نصب میکنه و یه قسمتی داره، من حالا باید پیدا کنم ببینم این سایت ما رو کجا گذاشته. معمولا هم اینجا میذاره وردپرس. متفاوته، یعنی هر با هر چی نصب کنید متفاوته. من باید ببینم این سایت من الان رو هاردم کجاست. برای اینکه پیداش کنم از سرچ استفاده میکنم. دمز در درایو سی بهش میگم دمز رو پیدا کنم. در واقع می میخوام چیکار کنم؟ میخوام از توی فولدر معادلش در درایو سی بردارم بذارم تو فولدر معادلش در سرور در FTP و وقتی سایت اونجا رفرش کنم اتوماتیک همه چی اومده. الان سایتی که به صورت آنلاین شما میتونید اینجا ببینید، این که آفلاین، این آنلاین. اگه من بگم نمایش بده، چیزی که شما میبینید یه صفحه سفیده. ببینید اینو شما میبینید، این سایت من، در حالی که سایت من باید این شکلی باشه. حالا من روی این نسخه آپدیت روی این نسخه آنلاین میخوام این کارو بکنم. چیز خاصی من اینجا نمیاد. خب ببینیم چی شد سرچمون. داره فولدرها رو پیدا میکنه. شاید باید سرچش رو محدود کنم به فولدر بیتنمی. اینجا بگرده دنبال دمز. آها پیداش کرده. ببین اینجاست. در درایو سی اینجا کجاست؟ من الان بهت میگم. اگر شما با بیتنمی کار میکنید اینجا، یعنی میای سی، بیتنمی، وردپرس، اپس، وردپرس، گمش کردی؟ اینجا این سایت منه الان. دقیقا این سایتی که شما روی هارد دیسک من این شکلی میبینید فایل هاش داره از اینجا خونده میشه. بیتنمی، وردپرس اپس، وردپرس اچ تی دات. و میبینید که اینجا این فولدر رو دارم، اینجا این فولدر رو دارم. توی این وی پی کانتنت عکس هایی که استفاده شده، زبان، پلاگین، جم، همه چی هست. عکس ها البته فکر کنم اینجا نیست، عکس تو همینه. این جم آپگرید، آها اینا آپلود ها 216 0. این عکس هایی که استفاده شده. خیلی خب ما میام هم این کار رو میکنیم. میام چیکار میکنیم؟ ما میریم این مسیر رو به مثلا نرم افزاری که FTP رو باز میکنه، مثل کیوت FTP که درس دادم، همین مسیر رو بهش میدیم. سی، اپس، وردپرس، اینجا htdocs، وی پی کانتنت. ببینید ما فولدرها تقریبا برابر. اولین کاری که میکنم اینه که میرم در مورد پلاگین ها این طرف و این طرف رو یکی میکنم. الان اینجا این پلاگین ها رو کلا میتونم بریزم اینجا، من تا این کارو نمیکنم. من اون پلاگین خودم رو استفاده میکنم. من از چه پلاگینی استفاده کردم که سایت همون شکلی شده؟ یکی کانتکت فرم میکر، یادتونه؟ اینو میگیرم میکشم میزنم اینجا.
داره اینجا چیکار میکنه؟ داره به راحتی اینو آپلود میکنه. یک مگه کلا فکر میکنم شاید هم 2-3 مگه. خب چه فولدر دیگه ای رو باید ببرم؟ این شیر باتون رو باید ببرم. این هم جزو چیزاییه که باید منتقلش. این هم میندازم اینجا که منتقلش. پس یکی از روش های مهاجرت میگن اصطلاحا، مهاجرت یک سایت وردپرسی به یک جای دیگه، مخصوصا از رو هارد دیسک به سرور، یکی از روش هاش اینه. بیایی فولدرهای معادل رو با FTP بذاری همونجا، یکی پلاگین ها، یکی هم فولدرهای عکس ها. منتها شلوغش نکن، همه چی رو نبر، یه ذره آروم برو جلو، همه چی رو نبر، حساب شده. من الان اینجا واقعا این دوتا رو مثل هم کنم هم عالیه، این نصب میمونه، این بیشتر از پلاگین ها به این سادگی تمامش. خب من همه رو میبرم دیگه، پس بذاریم چی ها میره. حالا این دوتا تموم شه، سرعت منو میبینی الان خیلی اومده پایین، خیلی اومده پایین. دلیلش اینه که فایل ها تعدادش زیاده. اینم میذاریم، اینم میذاریم، اینم میذاریم. این دوتا که میبینین هلو نوشته فلا، اینا دیدید قبلا توی وردپرس. پس فولدره پلاگین آنلاین هم دارم از روی بیتنبی، اونجایی که سایتم رو سیف کرده، به صورت دستی منتقل میکنم. خب برگردم اینجا توضیح بدم. من اینجا یه بار دیگه در قسمت افزونه ها، افزونه های نصب شده، اومدم از یک سری پلاگین استفاده. این پلاگین ها رو میبینید اینجا، دارم اینا رو به صورت دستی منتقل میکنم روی این یکی. هر کدومش که تموم بشه اگه برم در قسمت نصب شده ها، اتوماتیک اینجا نشون میده اینجا آنلاینیم، اینجا آفلاینیم. این روش خیلی سریعتر از اینه که دوباره بری پلاگین نصب کنی و بعد بخوای بری پلاگین رو تنظیم کنی. وای خدای من، بخوای بری اون همه تنظیمات پلاگین رو انجام بدی. اینجا چی شد؟ هنوز داره میره. اگر این بلاور رو باز کنید میبینید که الان روی چی وایساده. چرا وایسادیم؟ برو ببینیم. اوکی پس من فولدر پلاگین آفلاین و آنلاین هم رو یکی میکنم، بر میگردیم. خب همینطوری که میبینید، اینو من بیارم پایین تر، پلاگین های این طرف و این طرف یکی شده، یعنی نسخه آفلاین و آنلاین ما پلاگین هاش یکی شده. چی مونده؟ قسمت دم مونده. دم هم میتونیم یکی کنیم. قبل از اینکه دمو یکی کنم، ببرمتون توی سایت آنلاین. خب تو آفلاین که مستحضرید پلاگین ها ایناست. در نسخه آنلاین آیا بعد از اینکه ما اونا رو FTP کردیم، آیا پلاگین ها آپدیت شده؟ بله، ببینید این نسخه آنلاینه و خودش رفت شناخت. واندرفول. خب همین کارم با دم میکنیم. این دم رو، دمیست که من استفاده کردم، میگیرم میکشم میندازم تو قسمت دم ها به صورت آنلاین و این شروع میکنه به آپلود شدن. اگر دقت بفرمایید اینجا میبینید که ما از قسمت پوسته، اگر بهتون نشون بدم، این پوسته رو استفاده کردیم. اینکه من برم رو اینترنت پیداش کنم و اینستالش کنم و تنظیمش کنم، لا 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 لا. اما اگر من عرضم به خدمتتون که در واقع سفارشیش برم، برم و این شکلی میشه دیگه. اما اگر من برم اینجا و بگیرم بکشم اینو بندازم اینجا، به راحتی میبینید که تمام
این پلاگین اومد و منتظرش. حالا الان میبینید که به لیست پلاگین ها هم اضافه شده. اینم تموم شد. نشونتون بدم اینجا. بریم در قسمت پوسته ها ببینیم پوسته اومد. بله ببینید این پوسته هم اومده و من اینو به قول معروف میتونم فعال کنم. فعلا اومده. حالا مسئله بعدی من عکس هایی که من استفاده کردم، یعنی اگر بیایم در قسمت آپلود ها کل این هم میگیرم پیشم بزنم اینجا، عکس هایی که من در سایت استفاده کردم رو هم میارم. نباید فولدر خیلی سنگینی باشه، اونجور که معلومه 1 مگ و 58 است. این هم عکس هایی که استفاده کردم. اینجوری دیگه نمیخواد تک تک عکس ها رو آپلود کنم. فکر کنید تو قسمت مقدماتی یادتونه من میخواستم این قسمت رو درس ندم، فقط بخاطر اینکه این قسمت رو شاید شما نفهمید بیت نمی مثلا این قسمت بشه. بعد گفتم نه بابا نسل باهوش شده. اینم تموم. یعنی اگه الان بریم در قسمت آنلاین در قسمت رسانه ها شما میبینید که عکس ها میاد، منتها عکس ها اومده، منتها باید به این بفهمونیم که این عکس ها رو بشناسیم. چیکار میکنیم؟ خب میریم در قسمت آفلاین، میریم در قسمت اینجا ابزارها و برونبری میکنیم. برونبری رو میزنیم، این پنجره باز میشه، میگه چیا، میگیم میگه چه چیزایی رو میخوایی، من میگم همه رو. اینو میزنم و این شروع میکنه دانلود. اینجا دانلود میکنه، تموم میشه. خب اینجا چه فولدریه؟ در قسمت دانلود. من اینو با ایزتون میذارم رو دسکتاپ، یعنی از اینجا برمیدارم میذارم رو دسکتاپ. این فایل XML منه که قبلا درس دادم و اینجا در قسمت، یعنی در قسمت آنلاین در قسمت ابزارها درون ریزی میکنیم و در قسمت درون ریزی میریم سراغ وردپرس و اینجا نصب رو یه بار که انجام بدیم قسمت درون ریزی وردپرس هم نصب میشه. اون وقتی که من میتونم به راحتی اون فایل XML رو بیارم. اون فایل XML در واقع کانفیگ یا تنظیماتی هست که ما انجام دادیم، تمام متنهامونه، تمام تنظیمات. البته یه فایل داره، شاید اونم لازم باشه بریم، ولی متناتون، اینکه هر چیزی کجا قرار بگیره، کجا جاش داخل این XML. اینکه نصبش تموم شد که داره انجام میشه، من این رو ورود میزنم به داخل وردپرس آنلاین. خب پلاگین ها رو نصب کردیم، عکس ها رو آوردیم، قالب رو هم آوردیم، حل میشه دیگه. این حالا صبر کنیم تا انجام شه. اینم به قول معروف انجام شد. یعنی الان در قسمت آنلاین کنترل پنل آنلاین وردپرس میبینید که نوشت با موفقیت، اینجا نوشته که با موفقیت بروز شد. اوکی حالا سایت یه چکی بکنیم ببینیم الان چی داریم. یه هنوز هیچی نداریم، باید ببینیم چرا. خب دلیلش اینه که ما اینو نصب کردیم، هنوز ورود نزدیم، بازگشت به درون ریزها. خب این دفعه اینو میزنیم، وردپرس رو انتخاب میکنیم، این دفعه این پنجره باز میشه، میگه اون فایل رو بده. فایل رو گذاشتمش رو دسکتاپ. ناش پسوندش XML. اوپن میکنم، بارگذاریم. الان متن ها هم منتقل میشه. اینجا میگه که با چه یوزر، کوروش چاله با سعید طوفانی، با یوزر. میتونی یوزر درست کنی یا با یوزرهای موجود توی همون سایت لوکال. میگه که اتچمنت ها رو بیارم، میگیم بیار، ولی کار نمیکنه به خاطر
خاطر اینکه در این روش ورود و خروج که من XML گرفتم فقط تکست ها میاد. حالا تیکش رو گذاشتیم ولی کار نمیکنه. میبینید که فیل میشه تو آوردن عکس ها و من کلک زدم بهش از طریق FTP همه آپلود ها رو آوردم. الان عکس ها اینجا هست. یعنی این قسمت میبینید که طبق همون سیستم عکس ها هست و می با سایز های مختلف. چون وردپرس عکس ها رو سایز های مختلف میکنه برای کارهای به قول مختلفش. اوکی. حالا اینو یه رفرش بکنیم ببینیم چی داریم. خب سایت من آورده تکست هامو میبینید اینجا گذاشته ولی چون قالب فعال نشده هنوز مونده یه سری چیز. حالا میریم در قسمت آنلاین قالب رو فعال میکنیم. اینجا این قالب رو من فعال میکنم. فعال شد. حالا رفرش ببینید سایت اومد. البته تنظیمات قالب رو نیاورد. حالا بهتون میگم روشش. ولی میبینید سایت اومده. قالب هنوز تنظیم نشد. خیلی این کارتون رو انداخت. یعنی عکساتون اومدن. چون اومد باید قالب رو سفارشی. قسمت سفارشی قالب رو میخوام درس بدم. بسیار خوب. ببینید در زمانی که میخواید یه سری از تنظیمات پوستتون منتقل شه اگر بیایید در VP Include اینجا یه قسمتی داریم نام Dem Compact. اینجا هم دارید Dem Compact. کافیه که اینها رو منتقل کنید اینجا همین. این هم البته من قبلا گذاشتم شما نخواهید دیدی همچی چیزی رو. ما اصلا کاری به این نداریم. فقط این فایل ها رو ببینید که این اومد اینجا. حالا دیگه اگر اینجا رو رفرش کنید تا حدودی یک دمی دارید که منتقل. ولی راستش همه چی نمیاد. از جمله سفارشی سازی نمیاد. یه سری چیزا میاد که ما اینو سفارشی سازی میکنیم به صورت دیگه آنلاین که قبلا هم انجام دادم. قبل از اینکه سفارشی سازی کنم اینم بگم یه دونه برگه نمونه داریم که این اصلا جالب نیست. من اینجا اینو در قسمت برگه ها این برگه نمونه رو من میفرستم تو زباله دان. اینجا کارش تموم. رفرش میکنم سایتمون اینجا درست شد. خب حالا دیگه میریم سفارشی سازی. سفارشی سازی یعنی این که ما اینو تنظیم کنیم. برای سفارشی سازی اینو میزنم و دم یا پوستم رو سفارشی میکنم. خب اگه یادتون باشه اینجا یه جمله نوشته بودیم پایین سایت خودش نشون بده به این صورت کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به صاحب آن است. خب این الان میاد اینجا و میشینه. این از این دیزیبل هم نباشه نشونش بده. بعد میایم اینجا همونطور که میبینید عکس پشت برگشته. ببینم اینجا بله عکس پشتم روشن بود برگشته. استاف این تیکا رو تنظیم کردیم یه بار دوباره باید تنظیم کنیم. سکریپت ها اینجاها من نمیخوام الان دوباره وقت بذارم. باید روز نوشته زیر میخوام عوض بشه. هویت سایت اینجا هنرمندی چیز این هست. یک چیز دیگه که من میبینم تو این سایت باید تنظیم بشه تنظیمات در واقع خود سایته. چیزایشو ببینم که به هم ریخته. از جمله ایناش هم درسته. از جمله میبینم که
اینجا و تنظیمش برگه نخست میشه خانه، نوشته ها میشه پست ها. این رو ما قبلا تنظیم کرده بودیم که صفحه اول خانه باشه و بعد پست ها هم بره در پست ها. من این الان آنلاین ها ببینید test.sitemail.com شما حتی باید دیلیت خواهم که شما بزنید میاد. خب این پست ها اومد اینجا، قرمز ها یادتون باشه دفعه قبل برداشته بود و صفحه اولم شد اینجا. تا اینجا این درست شد. فرندز اند لینک هم برداشته بودیم، اینا رو باید برداریم. حالا این نواره رو هم باید برداریم. بنابراین من نوار رو میخوام بردارم. کجا بود؟ یه جایی بود که نوار رو برمیداشتیم. یادم رفت. تنظیمات پیشفرگز تازه سابسکرایبر زمان محلی آزرس. زمان محلی باید بشه تهران، اروپا، اقیانوس آرام. ته رو بزنیم. اینجا نمیتونی بنویسی خیلی چیز بی خودیه بابا. پیدا کردن ایران خیلی کار سخت. ایناش ایناتی. خب سر نشون بده. این اگر کسی RSS وصل کنه به سایت شما خلاصه رو اجازه بدید نشون بده، نه همه خبر رو. در چه طرف تحریک میشه کلیک کنه روی خلاصه تو به سایت شما وصل شد. نام همه رو باید دوره تنظیم کنید و رفقا اینجاها رو کلی تنظیم کرده بودیم. رسانه اندازه عکس ها چقدر باشه، بزرگش کوچیکش، پیوندهای یکتا هم که قرارش بذاریم روی نام نوشته، مبانی دسته هم ذخیره. تا اینجا خیلی چیزا درست شد ولی هنوز این نوار رو میخوام ببرم. جاشو فراموش کردم دیگه. چیکار کنم چیکار کنم واقعا؟ کجا بود؟ گیجی میزنیم ماها. باید تو تنظیمات باشه یادمه. هویت سایت، هویت سایت نمیست. پستامون، سکرایبت ها، ستافمون نم که تو پستام که نبود. ای بابا
ابزارک تو ویجت ها سربرگ، این هم که میره واسه من پس زمینه، این هم میره واسه من اینجا دم اینفو افزونه ها تنظیمات، تنظیمات نوشتن اشتباه گذاشته بودیم، از موتورهای جستجو درخواست کنم موتور ساز بررسی نکنن، خیلی بیخود بررسی بکنن. قسمت کامنت، قسمت نمایش، قسمت اینجا. خب همه چی الان تقریبا ردیفه. تنها چیزی که میخوام دیگه به عنوان مرحله آخر بردارم این نواره که وقتی بردارم دیگه باید از سر گذاریم پسورد بدیم و دیگه سایتمون آماده است. بله بالاخره پیداش کردم. اینجا در قسمت کاربران که وارد میشید میدید برای هر کاربر تعیین میکنید که آیا مجاز اون نوار بالا رو ببینه یا نه، که من میگم دیده نشه، بروز میکنم و دیگه شما اینجا نوار رو نخواهید. این سایت تمام شد و آماده تحویل به مشتری است. www.saidtufani.com سایت تحویل میدید به مشتریتون. فقط در نظر بگیرید قالب آماده استفاده کردید، محدودیت دارید، هی خوشگل و خوشگل تر میتونید بکنیدش، قالب هایی بهتر. اینجا قسمت پست است و مواردی رو باید چک کنید، باید آنلاین کار کنید، بعضی چیزا دست شما نیست، قالب آماده است، مخصوصا فارسی انگلیسی به هم میزه. قالب ها لزوما لازم نیست آنلاین از قسمت دم سرچ بشن و نصب شن، میتونن آفلاین باشن. اینه که خیلی از ایرانی ها قالب درست میکنن و میذارن تو سایتشون دانلود کنن شما نصب کنید، ولی حواستون باشه، حواستون باشه که این کار خیلی جالب نیست، معلوم نیست اونا چیکار کردن تو قالبش. مسئله بعدی اینه که بعضی موقع پلاگین هایی که شما استفاده کردین تحت عنوان افسونا باید دوباره فعال بشن. یعنی مثلا الان من این کانتکت فرم میکر را آوردم، غیر فعال بود فعال کردم، نمیدونم این یکی همینجور. الان میبینید که زیر پست ها امکان سرچ شما دارید، برایتی میتونید ارسال کنید. اینجا یه پستی دارم به نام سلام دنیا که من اینو دیلیت کنم و از بین ببرمش، ادیتو میزنم، وارد کنترل پنل میشم اینجا و من این رو با اجازهتون دیلیتش میکنم، یعنی از بین میبرم. در قسمت همه نوشته ها سلام دنیا رو به طور کلی میفرستمش به زباله‌دان بریمشون و دیگه اینجا در قسمت پیشنمایش سایت نه. مسئله بعدی اسم سایت. من عنوان سایت فارسی در نظر گرفتم و نتیجه اینجوری شده، این عکسم نیومده، باید ببینیم پوسته درست کنیم. یادتونه که یه دونه چیزم درست کردیم، یه دونه فاویکانم درست کردیم، یه فاویکانم باید اینجا تو ساید یه قسمتی بود. فکر کنم
خاطرم نیست، ولی فکر کنم همینجا بود. فاویکان میداد من، درسته؟ نه، اشتباه کردم. اینو بهش میگه تصویر سرور. کنم تو هویت سایز و اینجاست. اینجا من اینو اگر انتخاب کنم، بالا کنج میاد و میبینید که نشست، و اگر ذخیره رو انتشار کنم اینجا رفتش بزنم دیگه، الان به صورت آنلاین اینجا هم فاویکان هم فعال. در صورت این شد انتقال سایت وردپرسی به اینترنت به روش دیگری غیر از اون روشی که در مقدماتی درس دادم. و اگر اینجا رو حالا ساب دومین نباشه میشه www فلان و شما سایت دارید. اینجا میبینید که اینجا فارسی می نویسه معادل هست با خانه پست ها، مثلا میگه خانه عوض میشه، خانه خانه است، درباره ما میشه درباره ما. و این به صورت آنلاین خیلی کمک میکنه برای گوگل شما. اوکی، اینم شد. مثلا الان پلاگین پست فرمم فعال نیست، یعنی فعاله توش بده تغییراتی بدم. این از مشکلات کاره که بخواید حل کنید دیگه، به روش برنامه نویسی برای شما سخت. این کوتاه‌ترین روش برای انتقال سایت. موفق باشید و خدا نگهدار.